دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من تبار هستم. این برنامه تحت عنوان ایران به کجا می رود جلوی چشمای نازنین حاضر و غایب شما هست. میخوام شما رو دعوت کنم به این سری یا سلسله برنامه هایی که تحت این عنوانه: آیا کسایی که در خارج از کشور دارن مبارزه میکنن از طریق رسانه هایی که هستن فعالیت میکنن، یه سری برنامه هایی رو دارن، آیا اینها صدای مردم ایران هستن یا صدای خودشون هستن؟ من این توضیح رو خدمت شما میدم. در ضمن از شما خواهش میکنم اگر دوست دارید تو این برنامه شرکت کنید و اگر موافق این هدفی رو که من توی این برنامه ها دارم بودید، به هر صورت که خودتون دوست دارید میتونید با من همکاری بکنید. و من قصد دارم که دین خودم رو یا وظیفه خودم رو نسبت به این جوانایی که تو ایران دارن خون میدن و جلوی این فاشیسم مذهبی با دستای خالی ایستادن انجام بدم. تمامی هدف من اینه که به سهم خودم بتونم تلاش بکنم در حکومتی که بعد از اینها قطعا خواهد آمد، حکومت دست کسایی باشه که برای این حکومت، برای عوض شدن این حکومت جون دادن، خون دادن، تلاش کردن و حداقل بتونن به خواسته های خودشون برسن. ولی امروز توی جایی که من دارم زندگی میکنم، توی صفحات تلویزیونی که من دارم میبینم، یک سری دارن از این آب گلالود و خونالود ماهی میگیرن و در این حالی که اعلام میکنن ما صدای مردم ایران هستیم، اینا صدای مردم ایران نیستن، بلکه صدای اون مافیا و باندی هستن که توش قرار گرفتن و دارن تلاش میکنن. یکی از اونها خانم مسیح علی نژاده. این برنامه‌ای که الان شما دارید ملاحظه می‌فرمایید، آقای پوریای زراعتی، بله ایشون، بلندتر شده با این رژیم رسواتر، حکومتی که در چند جبهه باخته، جنگ روایت‌ها رو باخته، اقتصادش رو باخته، لابی‌های بین‌المللیش رو باخته و مهمتر از همه به شما باخته. یکی از مهمترین مراحل پیشروی این انقلاب شناسایی اون از سمت جامعه جهانی. این هفته رئیس جمهوری فرانسه، یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، رسما اعلام کرد که جوانان ایران در حال انقلابند. مکرون انقلاب شما رو به رسمیت شناخت. بله، مکرون رئیس جمهور فرانسه انقلاب شما رو به رسمیت شناخته. آیا خواسته مردم ایران که توی خیابون‌ها قرار گرفتن و کف خیابون دارن مبارزه میکنن و با دست‌های خالی جلوی این رژیم فاشیسم مذهبی قرار گرفتن این بوده که آقای مکرون بیاد و انقلاب اونها رو به رسمیت بشناسه؟ من از شما سوال میکنم، اگر دوست دارید به این سوال من جواب بدید و اگر فکر میکنید مسئله‌ای که من مطرح میکنم، لطف کنید دنبال بکنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید که چه کار باید بکنیم که این انقلابی که توی ایران شروع شده، خون این دخترای جوون و این جوونایی که کنار مردم قرار گرفتن پایمال نشه. آقای رو که شما ملاحظه می فرمایید، آقای پوریا زراعتی، قبلا توی تلویزیون مناطو کار میکردن، به دلایلی از اون تلویزیون تشریف آوردن توی تلویزیون ایران اینترنشنال، که تلویزیون ایران اینترنشنال تلویزیونی که خرج این تلویزیون رو عربستان سعودی داره میده و عربستان سعودی هم داره با ایران می جنگه، یعنی توی یمن شمالی جمهوری اسلامی داره به کسایی که بر علیه عربستان شمالی مبارزه میکنن یا مبارزه مسلحانه میکنن اسلحه میدن، کمک‌های مالی میکنه و عربستان سعودی هم از طریق این تلویزیون ایران اینترنشنال داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حالا تمامی خبرهایی که خب برصد داره توی این برنامه ها میاره درسته، مردمی که دارن توی ایران حرکت میکنن حق هستن،
این رژیم یارگیش به فاشیسم مذهبی هست، ولی مردم دارن قربانی این بازی‌های سیاسی میشن. اینا سر بزنگا مسائل رو به نفع خودشون تموم میکنن. من مصاحبه شما رو، یعنی من توجه شما رو با مصاحبه آقای پوریا زراعتی با خانم مسیح علی نژاد جلب میکنم، و در این حالی که دارید شما این برنامه رو نگاه میکنید، یه مقداری برش های فکری منم لطف کنید توجه فرمایید. این هفته در پاریس به همین مناسبت با مسیح علی نژاد گفتگوی اختصاصی داشتم درباره دیدارش با این سیاستمدار ارشد بین‌المللی، درباره سوال‌های مهمی که این روزها شما از چهره‌های شاخص می‌پرسید، درباره ائتلاف، درباره نقش خودش به عنوان یکی از همین چهره‌ها، و در بخش انتهایی همراه با علی حسین قاضی زاده اهمیت پیوستن دیگر سیاستمداران بین‌المللی و همینطور اهمیت پیوستن دیگر چهره‌ها به این تلاش رو بررسی خواهم کرد. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. سوال مهم این روزهای شما از ایرانیان خارج کشور اینه که چرا هنوز با گذشت 2 ماه از جنبش انقلابی مردم ایران چهره های شاخص در راستای تشکیل یک ائتلاف ملی، نه برای رهبری این انقلاب که به درستی معتقدید دست خود مردمه، که برای راه. آیا سوال شما این بوده که شما چرا یک دولت ائتلافی به وجود نمیارید؟ چرا شورای انقلاب خارج از کشور به وجود نمیارید؟ آیا این سوال شما بوده؟ اگر سوال شما این بوده مطرح کنید، من از شما معذرت خواهی میکنم. ولی اگر این نبوده، آیا این مسائلی که ایشون داره مطرح میکنه توهین به شعور من و شما نیستش؟ برای اون گام بر نداشتن، تلاش‌های شده، راهکارهایی هم از طرف شخصیت‌های فراحزبی از جمله شاهزاده رضا پهلوی ارائه شده. بله، هم که شما ملاحظه میفرمایید، اگر شما مصاحبه‌های قبلی ایشون هم توجه بفرمایید با شهبانو فراح و با رضا پهلوی، اینا یه مقداری طرفدارهای همین خانواده پهلوی هستن. خانواده پهلوی که من اعتقاد دارم اینا اسب مرده هستن و هیچ تلاشی برای ارتباط برقرار کردن با مردم ایران نداشتن و نتونستن ایجاد بکنن، و حتی یک روز هم نتونستن بگذارن توی ایران که اعلام بکنن. فرض کنید روز چهارشنبه ساعت 4 بیایید 4 راه پهلوی و این شعار هم بدید. لطف کنید توجه فرمایید. از رهبران حقیقی این جنبش که در داخل ایران هستن، شما مردم و نخبگان و فعالینی که یا در زندانن این روزها یا در خیابان کنار شما. چند روز پیش در کاخ الیزه امانوئل مکرون میزبان مسیح علی نژاد و گروهی از زنان فعال ایرانی بود که هر یک به دلیلی از این رژیم زخم خوردن. در پاریس به همین مناسبت با مسیح علی نژاد گفتگویی داشتم درباره این دیدار، سازمان جهانی آزادی که به تازگی تشکیل داده، و همینطور سوال مهم شما کی قرار اپوزیسیون با هم متحد شه، و اینکه آیا این فعال سرشناس سیاسی از خلال این فعالیت‌ها دنبال کسب موقعیت برای خودش در آینده ایران هست. مصاحبه جا من توضیح رو خدمت شما بدم که خانم مسیح علی نژاد داره با وایس آف امریکا کار میکنه و حقوق ماهیانه میگیره، و این حقوق ماهیانه هم که میگیره حقشه، برای اینکه رفته با صدای امریکا صحبت کرده، فرمی رو پر کرده، یه سری برنامه هایی رو باید داشته باشه، همون برنامه تبلیغاتی که هستش، و به خاطر تلاش هایی رو که داره میکنه، فعالیت هایی که میکنه، داره ماهیانه از صدای آمریکا پول میگیره خانم ها و آقایون. و به نظر منی هم که حداقل 40 ساله دارم توی خارج از کشور زندگی میکنم، اینجا مقداری قانونش با ایران فرق میکنه. شما توی اون شهری که زندگی میکنید یه سری قوانینی داره، و طبق اون قانون به عنوان کسی که تو اون کشور پناهنده هستید، خارجی هستید، میتونید از دولت اون کشور تقاضای کمک مالی برای یه سری فعالیت ها بکنید. کما اینکه تو همین شهری هم که من هستم، خیلی از سازمان ها من جمله انجمن فرهنگی ترای سیتی
برای برگزار کردن یکی از جشنهای خودش 43,000 دلار از دولت کانادا یا سیتی هال کانادا پول گرفته. در زمانی هم این پول رو گرفته که بیمارستان های خود این شهر یعنی پورت مودی نیاز به کمک به اصطلاح مالی داشته. در اون زمان من یادم 10 تا کاردیولوژی ماشین که دستگاهی است که قلب رو آزمایش میکنه کم داشته. حالا خانم مسیح علی نژاد داره از دولت آمریکا پول میگیره و برای این فعالیت هایی که انجام میده. یه ویدیو هم پخش شد که توی اون ویدیو از تلویزیون من و تو یعنی از مدیر تلویزیون من و تو 10,000 یورو خواسته بود به خاطر اون فیلمی رو که فرستاده بود برای تلویزیون من و تو. این ویدیو رو هم من سعی میکنم زیر پستم بذارم یا بالای پستم لینکش رو بذارم، دوست داشتید این ویدیو رو نگاه بکنید. و ما این برنامه‌ای رو که الان شما دارید ملاحظه می‌فرمایید، خانم مسیح علی نژاد یک نامه می‌نویسه به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و ازشون تقاضای یک دیدار می‌کنه. در این حال با 3-4 تا از این خانمایی هم که توی اون دیدار توی کاخ الیزه بودن همراه خودش میبره. خانم مسیح علی نژاد به ایشون میگه شما چرا رفتی با رئیسی دست دادی؟ حالا بیا با ما هم دست بده، چرا با ما دست نمیدی؟ من به شما قول میدم شما هم اگر توی فرانسه باشید، توی کانادا باشید و هر کجا باشید نامه بنویسید برای اون کاخ رئیس جمهوری و تقاضای دیدار داشته باشید، امکان این هست که تقاضای شما رو قبول بکنن. و حالا تقاضای دیدار خانم مسیح علی نژاد رو آقای مکرون قبول کردن و ایشون هم دارن در مورد اون برنامه یا اون دیدار با خانم مسیح علی نژاد مصاحبه میکنن. گرچه مصاحبه نمیکنن، اینا با همدیگه همفازن، همفکرن، توی یک تلویزیون کار میکنن و دارن یک چیز رو تبلیغ میکنن و اون چیزی رو که دارن تبلیغ میکنن اینه که از طریق فشارهای دولتهای خارجی که اونا هم زیاد علاقه من نیستن خودشون رو مطرح کنن، یعنی یک بهره برداری سیاسی از حرکتی بکنن که توی ایران وجود داره. حالا بیشتر ببینید و بشنوید. مسیح علی نژاد، خیلی خوشحالم که در شهر زیبای پاریس با تو گفتگو میکنم. زمانی که این گفتگو پخش میشه قطعاً تو چند مصاحبه انجام دادی بعد دیدارت با امانوئل مکرون، اما اینجا لازم من ببیننده ها بگم که این اولین گفتگوی تلویزیونی مسیح علی نژاد هست لحظاتی بعد از اینکه از کاخ الیزه اومده بیرون و داره با من صحبت میکنه و حالا ما یه سری صحبت های کلی تر رو در این مصاحبه مطرح میکنیم. حتما اول بگو که در دیدار خصوصیت با رئیس جمهور فرانسه چه گذشت؟ چون از نظر اهمیت سیاسی اولین بار هست که یک رهبری از نظر اجرایی در این حد عالی رتبه با یک چهره اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدار میکنه. واقعیت اینه که دیدار اول من، یعنی قبل از اینکه هیئت زنان وارد بشه، دیداری بود که خودم خیلی براش استراب داشتم، به این دلیل که یه مقدار صبر بفرمایید. حالا گوش کنید ببینید اصلا استراب ایشون توی این دیدار چی بوده و چه مسئله‌ای رو میخواسته مطرح بکنه که انقدر دلدل میکرده بگه یا نگه و آمادگی هم تازه نداشته، ولی به هر صورت حالا خودش توضیح میده که چی رو میخواسته بگه. بعد من یک برش فکری میزنم روی این برخوردی که خانم مسیح علی نژاد میکنه. میدونستم که در این دیدار قراره که چیزی رو بگم که براش سالها فکر کرده بودم که آیا من اصلا در این جایگاه هستم که اینو بگم یا نه. ولی وقتی میبینم این روزا مردم ایران کف خیابون دارن مبارزه میکنن و کشته میشن، این اجازه رو به خودم دادم که بگم و از آقای مکرون خواستم که آنچه در ایران اتفاق میفته انقلابه و شما باید نگاه کنید. از آقای مکرون خواسته اون چه که داره توی ایران اتفاق میفته انقلابه،
یعنی رئیس جمهور یک کشور قدرتمند دنیا هنوز نمیدونه اتفاقی که توی ایران افتاده انقلابه و خانم مسیح علی نژاد باید مغز ایشون رو به کار بگیره و به ایشون بگه که بله قبول کنه که انقلابه. و حالا اینا یکی از موفقیت هاشون توی این دیدار این بوده که رئیس جمهور فرانسه قبول کرده که اونجا یک انقلابی داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما این صدای مردم ایران بودنه؟ مردم ایران دارن رژیم رو سرنگون میکنن، خودشون دارن یک رژیمی رو میخوان به وجود بیارن و حالا این خانم رفته توی کاخ الیزه نشسته و داره رئیس جمهور فرانسه رو متقاعد میکنه که اسم انقلاب رو و کلمه انقلاب رو برای این حرکت به کار ببره. خیلی مسخره است. نظر شما چیه؟ آیا من دارم توهین میکنم، دارم اشتباه میکنم یا دارم درست میگم؟ خوشحال میشم با نظر شما آشنا بشم. با چهره های مطرح اپوزیسیون، کسانی که مخالف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستن دیدار بکنید. گفتم من برای همین خواستم با شما دیدار بکنم، وگرنه شما از نقض حقوق بشر آگاهین. ولی آنچه که نمیدونید اینه که این انقلاب با شما یا بدون شما به نتیجه میرسه و برای فرانسه خوب نیست که تو را خدا شما نگاه کنید ایشون داره چجوری صحبت میکنه. برای فرانسه خوب نیست که فرانسه اینو انقلاب بدونه یا ندونه. آیا این صداهای مردم ایران بودن توی کاخ الیزه است؟ فرانسه مفهوم انقلاب رو خوب میتونه، به عقاید انقلابی احترام میگذاره، ولی الان تصمیم گرفته در کنار کسانی بایسته که داره انقلابیون جوان رو میکشه. فرانسه مفهوم انقلاب رو خیلی خوب میدونه. آخه خانم مسیح علی نژاد، شما یک آدم سیاسی هستید. فرانسه خودش یکی از استعمارگرایی بوده که توی شمال آفریقا اونجا سرباز داشته، استعمارگر بوده و داشته مردم رو استعمار میکرده. فرانسه معنی انقلاب رو میدونه. فرانس فانون معنی انقلاب رو میدونه. آقای فرانس فانون یک کتابی رو نوشته به نام دوزخیان روی زمین و ژان پل سارت، اون موقعی که فرانسه کافاش پر از روشنفکرها بوده، این کتاب رو برمیداره توی یکی از این کافه ها مطرح میکنه و میگه من میخوام توی این پاریس که قلب فرانسه است یک بمبی رو منفجر کنم و اون بمب دوزخیان روی زمینه. و یکی از قسمت‌های این کتاب اینه که فرانس فانون داره از استعمار صحبت میکنه و از میلیون‌ها آدمی که اسیر استعمار زدگی، خودکمبینی و اینه که نمیخوان سرنوشت خودشون رو عوض بکنن و از استعمار زده و استعمارگر صحبت میکنه. شما اپوزیسیون متحدی دارین؟ چون بالاخره فرانسه همش با دیپلماسی داره پیش میره. مراودات زیادی هم با جمهوری و میبینیم، ولی وقتی که ما بهشون پلتفرم دیگه رو معرفی نکنیم نمیتونیم. خانم مسیح علی نژاد میخوان یک پلتفرم دیگه رو به اونا معرفی بکنن که اونا برای مردم ایران تصمیم بگیرن چه کار بکنن. این آیا توهین به اون کسایی نیست که دارن تو ایران حرکت میکنن، خون میدن برای اینکه خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن؟ و آیا این کاری که ایشون داره میکنه خودفروشی نیستش؟ فقط بریم اعتراض بکنیم، نمیتونیم فقط بریم فریاد بزنیم. که بنابراین به من واضح گفتش که من حاضرم بعد از همین دیدار شما اگر یک چهرهای مطرحی رو اسمشون رو با ما بدید که حاضرن ائتلاف بکنن و خواسته های من. یعنی در حقیقت داره به خانم مسیح علی نژاد میگه یا گفته شما اگر سیر آدمایی رو پیدا بکنید که بیان با ما کار بکنن، ما حاضری با اونا همکاری بکنیم و اونها رو کمک بکنیم.
آیا بازم از شما سوال میکنم، این صدای مردم ایران بودنه؟ آیا اون دخترای جوونی که جون دادن، خون دادن توی خیابونهای ایران، اونا از دولت فرانسه دارن تقاضا میکنن که بیان یه کسایی رو انتخاب بکنن که تحت کنترل فرانسه باشن؟ آیا این مسئله باعث نمیشه که همین ویدئوهایی که دست جمهوری اسلامی میرسه یا اون فاشیسم مذهبی میرسه مردم بیشتر سرکوب بکنه؟ آیا این باعث نمیشه که جمهوری اسلامی این فیلم ها رو بگیره و بذاره پخش بکنه و به اون کسایی که هنوز متوهم هستن ثابت بکنه نگاه کنید کسایی که هم دارن تو ایران حرکت میکنن اینا وابسته به اونا هستن؟ مردم ایران رو به ما بگن، نه فقط خودم بلکه از همه متحدان دعوت میکنم که شما رو در واقع ملاقات بکنن. و در اولین در واقع بیانیه‌ای که منتشر کرد 3 بار کلمه انقلاب رو استفاده کرد و این اولین در واقع رهبر قدرتمند دنیای غرب هست، واژه‌ای که مردم ایران دارن براش خون میدن، جوانا دارن. آیا مردم ایران دارن برای این خون میدن که رئیس جمهور فرانسه 3 بار توی کاخ الیزه واژه انقلاب رو به کار ببره و تکرار بکنه؟ من از شما سوال میکنم، اینا دارن چه کار میکنن؟ اینا چقدر ماها رو یا منو دارن احمق حساب میکنن؟ آیا ما نمیفهمیم؟ ما درک نمیکنیم؟ خیلی خوشحال میشم شما نظر بدید، منتظر نظر شما هستم. من این برنامه رو ادامه میدم. یکی از تصمیمایی که من گرفتم، از امروز این تصمیم رو گرفتم، خیلی دلم سوخت، خیلی ناراحت شدم. یعنی وقتی من توماج رو میبینم داره صحبت میکنه، حرف میزنه، بغض توی گلوم میپیچه. تا وقتی ما توماج داریم نیاز به آقای اسماعیلیون نداریم، نیاز به خانم مسیح علی نژاد، به این وابسته ها نداریم. ما یک موجی از توماج رو داریم توی ایران، همین دختره ای که میان رو سریشون رو برمیدارن میذارن توی آتیش. اینا پول میگیرن حرف میزنن، اونا جون میدن، پیام میدن به انقلاب و رژیم رو به وحشت میندازن. آیا اینا صدای اون مردم هستن؟ آقای اسماعیلیون قبلا توصیه دادم که 1000 روز داره تلاش میکنه برای اینکه دولت جمهوری اسلامی رو ببره دادگاه الهه، نتونسته ببره. و حتی 1000 نفرم قبل از اینکه این حرکت رو این دخترها توی ایران شروع بکنن نتونسته بود جمع بکنه، آیا ایشون صدای مردم ایران هستش؟ براش خون میدن و من از این بابت الان که داریم صحبت میکنیم، مسئله که در دیدار خصوصی مطرح کردیم محور سوالات من هست امشب از تو که در ادامه بهش میرسیم. اما قبلش بگو که در دیدار عمومی چه گذشته، داده دیگه ای از فعالان حقوق بشر همراه تو بودن در این دیدار و همینطور مراسم شامی هم بود در انتها که دعوت شدی در کاخ الیزه و تعداد زیادی از رهبران جهان اونجا بودن که به هر حال باهاشون صحبت کردی. این رو یه توضیح کوتاه بده و بعد برسیم به سوالات دیگه. تصور این بود که مهمه اگر بتونم یک تصویری از آینده ایران رو در واقع اونجا به نمایش بگذارم. و تصویر آینده ایران کیه؟ من نمیفهمم چرا باید یک تصویری از آینده ایران رو توی کاخ الیزه به نمایش بگذاره. نظر شما هم چیه؟ من واقعا تعجب میکنم از این برخوردهایی که ایشون میکنه و شاید هم نباید تعجب بکنم. این خاصیت وابسته بودن آدم ها به دشمنان ما هستش. من اعتقادم بر اینه که همیشه دشمنان ما دوستان ما نیستن، کسایی هستن که به خاطر منافع خودشون میان با ما دوستی میکنن. کسایی که الان کف خیابون جوانن، آگاهن و شجاعن و اعتراض میکنن. برای همین دختر مینو مجیدی یکی از کسانی که کشته شد در اعتراض به قتل مهسا
و یکی از زنانی که از کرمانشاه از کردستان تبدیل شده نماد دادخواهی رو دعوت کردم. دختری که بالای آرامگاه مادرش موی سرش رو تراشید و مویی که تراشیده رو در دستش گرفت، مثل انگار یه اسلحه دو دستش گرفته و اون نگاه خشمگینش همه ایران و جهان رو تکون داد. گفته بود از کاخ که اومدی بیرون یه دیدار کوتاهی داشتم با خانم رویا پیرایی، واقعا اصلا خود من تحت تاثیر قرار گرفتم از قدرتی که. خب شما لطف کنید توجه بفرمایید، این دختره نازنین رو ورداشته برده کاخ الیزه و اینا یه سری داستانایی رو تعریف کردن و اش رو توی چشم کسایی که اونجا بودن جمع کردن و بهشون ترحم کردن. و اگر دوست داشته باشید من فیلم این دیدارم براتون میذارم، نگاه بکنید. این دخترها دارن پشت این آقای مکرون رو مثل امامزاده هی میمالن و انگار که یک خدایی رو دارن اومدن زیارت کردن. این دختر داشت با اینکه به هر حال اتفاق بسیار غم انگیز براش افتاد و همون اتفاق غم انگیز او رو تبدیل کرد به یه مبارز. در تمام این دیدار رویا گریه نمی کرد ولی تمام حاضران آیا یه مبارز میاد از مکرون رئیس جمهور آمریکا تقاضای کمک میکنه که ایشون انقلاب مردم ایران رو به رسمیت بشناسن؟ به اینا شما میگید مبارز؟ تا کسی که مترجم بودن چشماشون پر اشک شده بود از روایت تلخی که از کشته شدن مادرش این دختر با قدرت بیان میکرد. شیما بابایی رو انتخاب کردم برای اینکه من خودم آشناییم با شیما بابایی برمیگرده با چهارشنبه سفید، ولی وقتی باهاش آشنا شدم فهمیدم این دختر قبل از چهارشنبه سفید مبارز بود. وقتی پدرش رو زندانی کردن میرفت توی در واقع زندان ملاقات پدرش، وقتی او رو زندانی کردن پدرش حامیش بود، پشتیبانش بود، یعنی نماد زن و مرد، پدر و دختری که حامی همان، برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی نشون میده که پدر صاحب دختره ولی پدرش پشتیبانش بود و الان پدرش ناپدید شد. لادن برومند خب خودش در واقع شناخته شده است توی فرانسه، پدرش توی فرانسه در واقع ترور شد. ببین چه تصویری در واقع می‌بینید شما چشماش بود. فیلمو نگاه کردید دیگه شما؟ نه واقعا ساعتی که به اینها پرداخته شد به گوش میکرد ساعت تلخ و قدرتمندی بود. نیم ساعت دیگه تاثیر قرار گرفت. من واقعا میتونم بگم آره، برای اینکه ببین رویا توی چشمای رئیس جمهور نگاه کرد و گفت من از شما میخوام که با قاتل مادرم دست ندید. وقتی که آقای مکرون به من گفتش که اپوزیسیون متحدی نیست، آیا هست؟ حتی خبرنگارا اونجا گفتن این روایت دروغین جمهوری اسلامی که میگه اپوزیسیون متحدی نیست. اپوزیسیون کیه؟ در زندان رو باز بکنین، همه اپوزیسیون قدرتمند توی زندانن و حتی گفت رهبری هست. گفتم شما در زندانای اوین و زندانای سیاسی رو باز بکنین. خانم مسیح علی نژاد چرا در زندونا رو باز بکنن؟ الان کسایی که دارن تو ایران حرکت میکنن و پایه های رژیم رو به لرزه انداختن و 62 روز دارن مبارزه میکنن، اونا رهبر دارن، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. من نمیدونم شما دارید از کجا حرف میزنید. همه اونایی که اونجا هستن رهبران قدرتمندتر، یعنی اسم مجید توکلی رو بردم، اسم فاطمه سپهری رو بردم، اسم حسین رونقی رو بردم، اسمای زیادی رو بردم، نرگس محمدی، نسرین ستوده. گفتم شاید با هم اختلاف فکری داشته باشن خیلیا، ولی وقتی نوبت به پایین کشیدن یک حکومتی میرسه که تمام کرامت انسانی ما رو از ما گرفته، اتفاقا اپوزیسیون متحد هستن. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من میخوام برنامه امشب رو تموم بکنم. فقط این اشاره رو بکنم که توی ایران حرکت انقلاب از مرحله اتحاد گذشته و مردم خیلی خوب با هم متحد هستن و این اتحاد تو سطوح مختلف جامعه ایرانی شروع شده، از پیر بیمارستانی تا کودک دبستانی، اینا همشون با هم هستن، کنار هم هستن و هر روز دارن مبارزه میکنن و پیروز هستن و به زودی هم شما خبرهای خیلی خوبی رو از ایران خواهید شنید.
من فقط اومدم خدمتتون عرض بکنم یک توطئه ای رو دارن میبرن جلو در خارج از کشور و میخوان این رهبری حرکت رو به دست خودشون بگیرن و به هر صورت خون این جوانها رو، این دخترها رو پایمال بکنن و یک بهره برداری سیاسی بکنن و به قولی میخوان از این آب خونالود ماهی بگیرن. و من اومدم این برنامه ها رو با شما ها ببرم جلو، منتظر میشم که نظر شما رو در رابطه این برنامه که من امشب لایو بودم بدونم، بشنوم. اگر فکر میکنید من اشتباه میکنم، اگر فکر میکنید الان زمان زدن این حرفا نیست، لطف کنید کامنت بذارید، توضیح بدید. اگر حرفی بیشتری داشتید بیاید توی برنامه اعلام بکنید و من خوشحال میشم تجزیه تحلیل شما رو بشنوم، به جای اینکه توهین بکنید. و همین دیگه، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر دوست دارید این برنامه ها رو دنبال بکنید، بالای اسم من یک کلمه فالو هست، منو فالو کنید تا برنامه های دیگرم بیاد و بتونم با نظرات شما آشنا بشم. و اگر توی یوتیوب این برنامه رو نگاه میکنید، منو سابسکرایب بکنید و اگر اون زنگوله رو هم بزنید قطعا برنامه های دیگه منم میاد. منتظر هستم که بر من کامنت بذارید و دعوتتون کنم لایف توی برنامه باشید. من نمیخوام برنامه رو تنها ببرم جلو و خوشحال میشم شما بیاید حرف خودتون رو، صدای خودتون رو به گوش هموطنای عزیزی که توی ایران هستن برسونید و به اونها بگیم که شماها قوی تر از ارتش آمریکا هستید، شماها قوی تر از دولت ایران هستید. بسیجی و سپاهی و ارتش ایران هم جمع بشن، گرچه اونا نمیان مردم رو بکشن، تمام کسایی که توی ارتش هستن اونا میکشن که مردم بترسن. ولی در زمانی که ما زندگی میکنیم، توی ایرانی که شما دارید زندگی میکنید، برای این دخترای جوون، برای این دخترای شورشی اصلا مثل بازی کردن شده، یعنی برایشون شده یک نوع زندگی کردن، مبارزه کردن. خیلی راحت جوره یک بسیجی قرار میگیرن و سینه سپر میکنن و خون میدن و جون میدن و تاریخ میسازن و امید روزای خیلی بهتر و شادتر. بهترین آرزوها رو برای شما دارم و بهترین آرزو اینه که ایرانی داشته باشیم که مردم آزاد و آگاه باشن و تحمل شنیدن اعتقادهای همدیگر رو داشته باشن، یک جامعه نمونه توی دنیا بسازیم که برای دنیا نمونه باشه. اگر 43 سال تحت ستمهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی این فاشیسم مذهبی بودیم، در آینده یک کشور خوبی رو داشته باشیم. بازم از اون خواهش میکنم برای من کامنت بذارید و اگر دوست دارید توی برنامه های من لایک باشید، میتونید تقاضا کنید و برنامه رو با همدیگه ببریم جلو.